حالا دقت کردین خیلی وقت و وقتی یکی دیگه نظرش عوض میکنه این شما از این کاسیب میبینین منصفانه نیست نه تنها وقتی کسی نظرش عوض میکنه ما آسیب میبینیم بلکه گاهی وقتی کسی نظرش تغییر میده ما چیزی رو که برامون مهمه از دست میدیم انگار از همون گرفته میشه و این منصفانه نیست برخی از شما یه روز در معراب در حضور خدا و انسان سادی و یه نفر تو چشماتون نگاه کرد و گفت تا زمانی که مرگ ما رو از هم جدا کنه ولی بعدها نظرش عوض شد و این دردناکه شما چیزی رو از دست میدین که براتون ارزشمنده و این منصفانه نیست شما نظرتون رو عوض نکردین اونا کردن اگه قرار باشه کسی بیکار بشه تو آخرین خواهی بود ولی بعد نظرشو عوض میکنه پس شما بیکار میشین این دردآوره و این شما هستین که چیزی از دست میدین تا حالا فکر کردین اگه خدا نظرشو درباره شما عوض کنه چی میشه تا حالا بابتش نگران شدین تا حالا با خودتون فکر کردین اگه خدا نظرشو درباره من عوض کنه چی میشه من میدونم که او به من گفته اگه اعتمادم رو بر مسی بذارم مسی منو از گناهانم پاک میکنه و در من ساکن میشه ولی اگه فکرش رو عوض کنه چی؟ اگه کاری کنم که باعث بشه نظرش رو عوض کنه چی؟ اگه من مدت اینقدر با چیزی کشمکش داشته باشم که او در نهایت بگه اصلا ولش کن نظرش رو عوض کنه چی؟ فکر ترسناکیه نه؟ اگه اینجا رفت آمد داشتید پس جوابو میدونید و اون اینه که او نظرش رو درباره شما عوض نمیکنه چون موضوع شما نیستین. در واقع در متن امروزمون ام آیه زیبایی رو خواهید شنید که به سادگی میگه مسیح قادر ما رو که به او اطمینان میکنیم به تمامی نجات بده به طور کامل قطعا ببینید موضوع ما نیستیم موضوع ایساست پس تا زمانی که در مسیح هستیم لازم نیست هرگز نگران این باشیم که خدا نظرش رو درباره ما عوض میکنه که این سوال ترسناکتری ای رو ایجاد میکنه نمیدونم تا به حال بهش فکر کردین یا نه ولی اگه او فکرش رو درباره عیسی عوض کنه چی؟ <applause> یعنی اگر امید و اطمینان من در مسیح و تنها در مسیحه چی میشه اگه او نظرش رو درباره عیسی عوض کنه؟ بعضیاتون ممکنه فکر کنیم ما این عهد جدید رو در مسیح داریم اما او یه بار نظرش رو عوض کرده چون قبلا عهد عتیق رو داشتیم و بعد اون نظرش رو عوض کرد و الان عهد جدید رو داریم اگر در آینده عهد جدیدتر و بهتر داشته باشیم چی؟ اگه او دوباره نظرش عوض کنه و یه روزی در آینده تنها اطمینان به مسیح کافی نباشه چی؟ اگه اینو بهمون نگه چی؟ نه تنها صدمه میبینیم بلکه از دست هم میدیم. چه فکر ترسناکی؟ اگه میتونستیم رو راست از خدا بپرسیم خدایا آیا تو نظرتو راجع به عیسی تغییر میدی؟ چون تو یه بار نظرتو راجع به عهد تغییر دادی جوابش اینه <applause> ندادم و نخواهم داد دو کلمه من در گذشته نظرمو تغییر ندادم و هرگز هم نظرمو تغییر نخواهم داد برای همین ما میتونیم یه نفس راحت بکشیم بذارین اول از همه بهتون بگم چرا خدا میتونه بگه که در گذشته نظرم رو تغییر ندادم برای این کار باید یکم بهتون تاریخ درس بدم تختی وایت من اینجاست و کاری که میخوام بکنم اینه که تمام عهد عتیق رو در 6 دقیقه بهتون درس بدم. آماده این؟ برگاه یادداشتتون رو افقی قرار بدین تا مثل این تخته بشه. و به من گوش کنین تا متوجه بشین که خدا نظرش رو عوض نکرده. پس یه خط زمانی می‌کشیم. اینجا آغاز عهد عتیقه اینجا از پیدایش باب سه و سقوط شروع می کنیم سقوط زمانی که انسان گناه رو به جهان آورد و همه چیز رو ویران کرد کاملا همه چیز رو خراب کرد و خدا عواقب این کار رو به اونا نشون داد که جدایی از اون بزرگترین اونها بود بدترین اونها بود و وقتی که با آدم و حوا صحبت میکنه بهشون میگه که چقدر براشون سخت خواهد بود و تمام خبرهای بد رو بهاشون رو میده که ما بهش میگیم لعنت سقوط اما درست در همون بین به اونا میگه ولی خبر خوشی هم وجود داره که به اون خبر خوش اولیه گفته میشه میدونم کلمی سنگینیه اولین انجیل اولین اشاره به انجیل اولین نشانه از انجیل درست همونجا بعد از سقوط خدا به اوا گفت از تو نسلی خواهد آمد و از این نسل مردی سر شیطان را خواهد کوبید پس درست بعد از اون میفهمیم که مردی خواهد آمد و این مرد و این مرد سر شیطان را خواهد کوبید اینطوری. پس درست همینجا درست بعد از سقوط خدا میگه نگران نباشین من نقشه ای دارم و به آینده اشاره میکنه هفته پیش ما در پیدایش 14 بودیم درسته در پیدایش 14 مردی به نام ملکی صدق وارد شد که یک کاهنه او یک کاهنه او با ابراهیم گفتگو کرد در باب بعد یعنی در پیدایش باب 15 ابراهیم با خدا گفتگو میکنه و در این گفتگو خدا به او وعده‌ای میده وعده‌ای شگفتانگیز که به او عهد ابراهیمی گفته میشه عهد یه توافقه چیزی بیشتر از یه قرار داده یه توافق مقدس و قابل اعتماد عهد ابراهیمی ساده بود خدا به او گفت من به تو فرزندان میدم و از تو قومی بزرگ پدید میارم به تو سرزمینی میدم و از نسل تو کسی خواهد آمد یک شخص و از این شخص تمام قوم ها برکت خواهند یافت پس اینجا در عهد ابراهیمی ما وعده‌ای می‌بینیم و این وعده هم به همون شخص اشاره می‌کنه 400 سال بعد از وعده خدا با موسی صحبت می‌کنه و عهدی رو برای قوم اسرائیل میاره که به خاطر موسی به اون عهد موسایی گفته میشه و در این عهد شریعت رو به او میده احکام قربانی رو به او میده و درباره کاهنان لاوی صحبت میکنه که هانت لاویان شریعت دستورعملی برای قوم اسرائیل بود که چگونه به روش مقدسی زندگی کنند جدا از ما بقیه دنیا سیستم قربانی ها اشاره بود به یک قربانی کامل و بیعب که در راه بود و کاهنان لاوی کسانی بودند که به افرادی که در انجام شریعت ضعیف بودند کمک میکردند کلام خدا به ما میگه عیسی چی بود قدوس و شریعت رو به طور کامل اجرا کرد و کلام میگه او شریعت رو تحقق بخشید نه تنها شریعت رو محقق کرد بلکه سیستم قربانی که به یک قربانی کامل در آینده اشاره داشت هم با مصلوب شدن عیسی به انجام رسید با قربانی کامل عیسی بر صلیب پس این چیزی که کلام اونو عهد عتیق میخونه در شخص مسیح به سمر رسید شگفت انگیزه که چطور تمام فلش ها به سمت ایساست مگه نه اما کارمون تموم نشده چون وقتی جلوتر به دوم سمویل میرسین با مردی به نام داوود آشنا میشیم و عهد دیگری اونجا هست به نام عهد داوودی یا عهد داوود در این وعده خدا به داوود گفت از این پس تا به ابد پادشاهی از نسل تو خواهد بود که سلطنت خواهد کرد و میدونیم که این وعده به مسیحا اشاره میکنه یعنی عیسی داوود یک روز مزموری نوشت مزمور 110 مزمور مورد علاقه نویسنده ابرانیان او چندین بار بهش اشاره میکنه هفته آینده با رو بررسی خواهیم کرد در مزمور 110 خدای پدر جمله بی‌نظیری میگه او میگه این مرد که اینجاست کاهنی خواهد بود در رتبه ملکی صدق پس او در تاریخ به عقب برمیگرده تا نام ملکی صدق رو مطرح کنه و یک بار دیگه به مسیح اشاره میکنه بعد از این بازه تاریخی هزار سال شکست مذبوحانه رو می‌بینیم. می‌تونین در عهد عتیق درباره‌اش بخونید. پادشاهان یکی پس از دیگری، انبیا با پیغام توبه میومدند، اما جز تنی چند، اغلب مردم توبه نمی‌کردند، به تبعید رفتند، باقی ماندگانشون برگشتند. شکست، 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 شکست. عیسی متولد میشه، قربانی بی عیب انجام میشه و عهدی جدید برقرار میشه. دلیل اینکه تاریخ عهد رو براتون توضیح دادم اینه که اول از همه خوندن عهد رو براتون آسون کنم متوجه بشین که عهدهای بیشماری در عهد وجود داره وقتی میگین عهد قدیم مهمه که بدونین درباره کدوم یکی از اینا صحبت میکنین و همینطور که کتاب ابرانیان رو بررسی میکنیم در متنی که امروز میخونیم و او درباره عهد موسایی صحبت میکنه وقتی درباره عهد تحتیق صحبت میکنه از عهد کوی سینا شریعت و احکام قربانی حرف میزنه اما چیزی که میخوام بهش اشاره کنم اینه که ببینی از همون ابتدا درست بعد از سقوط همه چیز در عهد عتیق به مسیح اشاره میکنه حتی عهد موسایی در مسیح تحقق پیدا میکنه خدا نظرش رو عوض نکرده خدا در تمام مدت مسیح و در ذهنش داشت این همیشه نقشه او بوده مسیح همیشه در مرکز نقشه او بوده او در گذشته نظرش رو عوض نکرده میگین خوبه ولی از کجا بدونین در آینده این کار رو نمیکنه میخوام بریم به ابرانیان باب هفت بذاریم براتون بخونمش ما کمی به آیاتی که هفته پیش خوندیم برمیگردیم لطفا این مطالب رو در ذهن داشته باشین چون در خوندن کلام بهتون کمک میکنه در عبرانیان هفت آیه 11 اینطور میگه اگر دستیابی به کمال اگر رویای خدا از اطاعت با انسان که اینجا دربارش صحبت میکنه از طریق نظام کهانت لاوی میسر بود از طریق مردان لاوی چرا که قوم قوانینی در خصوصان دریافت کرده بودند پس اینجا در عبرانیان هفت درباره عهد موسایی صحبت میکنه چه لزومی داشت کاین دیگر نه از رتبه هارون بلکه از رتبه ملکی صدق ظهور کند هارون از خانواده لاوی بود آیه دوازده زیرا اگر نظام کهانت تغییر کند ناگزیر شریعت نیست میباید باید تغییر یابد زیرا کسی که این مطالب درباره او گفته شده منظور ایساس به قبیله دیگر تعلق دارد که از آن قبیله کسی هرگز خدمت و مزبر را نکرده است تنها لاویان میتونستن کاهن بشن چون کاملا روشن است که خداوند ما از نسل یهودا بود این مرد از یهودا بود نه لاوی و موسی در مورد آن قبیله چیزی راجع به کهانت نگفت موسی هرگز نگفت که مردم قبیله یهودا میتونن کاهن بشن بلکه گفت باید از لاویان باشند تا کاهن بشن آیه 16 و از این هم روشنتر آن که هرگاه کاهنی دیگر همانند ملکی صدق ظهور کند او نه بر پایه حکم شرعی مربوط به نسب خود بلکه بر پایه نیروی حیاتی فناناپذیر، کاهن می شود این مرد حیات فناناپذیر داره من رو صلیب کشیدمش ولی همه میدونین که اون مصلوب باقی نموند بلکه از مردگان قیام کرد او زنده و سالمه که از طریق مسیح زنده است که عهد جدید عمل میکنه حیات فنا ناپذیر مسیحه که همه چیز رو ممکن میکنه. آیه 17 زیرا درباره او چنین شهادت داده شده در مزمور 110 شهادت داده شده که تو جوابدان کاهن هستی منظور عیسی است در رتبه ملکی صدق حکم پیشین عهد موسی منسوخ شد یعنی لغو شد چون سست و بیفایده بود هر دوی این کلمات از بی بودن صحبت میکنند زیرا شریعت هیچ چیز را کامل نکرد یادتون باشه هدف کمال بود هدف اتحاد بین خدا و انسان بود خدا هرگز در نظر نداشت که شریعت دستیابی به کمال رو محقق کنه او همیشه میدونست که مسیح این کار خواهد کرد او نظرش رو عوض نکرد از اولش هم قصد نداشت که شریعت کمال رو محقق کنه اما امیدی بهتر ارائه شد که از طریق اون به خدا نزدیک میشویم. شویم. مسیح این امید بهتره و از طریق او ما میتونیم با خدا رابطه صمیمانه داشته باشیم. پس او قبلا نظرش رو عوض نکرده. از کجا بدونیم که در آینده نظرش رو عوض نمی کنه؟ منظورم اینه که این امید بهتره. از کجا بدونیم یه روز امید برتری نخواهد بود؟ از کجا بدونیم عیسی برتری نخواهد بود؟ حتی گفتنش هم ترسناکه. اما سوال مناسبی برای پرسیدنه. نویسنده به ما میگه به آیه 20 نگاه کنید و این بدون سوگند نبود. دیگران یعنی کاهنان عهد عتیق بدون هیچ سوگندی کاهن شدن اما کاهن شدن او عیسی با سوگند همراه بود آنگاه که خدا به وی گفت در مزمور صدوده خداوند سوگند خورده و نظرش را تغییر نخواهد داد که تو عیسی جاودانه کاهن هستی خدا نظرش رو درباره عیسی عوض نمیکنه درست همینجا داره میگه نه فقط میگه بلکه سوگندم میخوره پس خدای پدر به ما میگه من هرگز نظرم رو عوض نمیکنم من سوگند میخورم این باید برای ما کافی باشه دیگه میتونم دعای پایانی رو انجام بدم و بریم خونه او سوگند خورده و قول داده اما میخواد مطمئن بشه که شما متوجه شدین پس هنوز کارش تموم نشده او در آیه 22 ادامه میده به خاطر این سوگند ایسا زامنه زیر زامنه خط بکشین عهدی بهتر شده است عهد جدید بهتر از عهد قدیمه امید جدید بهتر از امید قدیمیه معنیش این نیست که قبلی بد یا اشتباه بود بلکه فقط برای انجام کاری که خدا ازش انتظار داشت ناکافی بود او به مسیح نیاز داشت تا کاری که میخواست انجام بده به خاطر این سوگند عیسی زامن کلمه زامن میتونه ضمانت کننده باشه کلمه قانونیه یعنی کسی که در قراردادهای قانونی امنیت قرارداد رو تمیم میکنه یعنی خدای پدر داره میگه من نه تنها سوگن میخورم بلکه تضمینش هم میکنم من هرگز نظرم رو تغییر نخواهم داد سوگن میخورم تضمین میکنم خب حالا دیگه این باید برامون کافی باشه اما هنوز کارش تموم نشده آیه 23 شماره کاهنان پیشین بس زیاد بود کاهنان لاوی زیرا مرگ مانع از ادامه خدمت آنها میشد ضعف بزرگ اونا فناپذیریشون بود اونها میمردند و چون مدام میمردند پس تعداد بیشتری از اونا نیاز بود پس تعداد بیشماری کاهن لاوی وجود داشت چون دائما میمردند اما در مقابل در 24 عیسی چون تا ابد زنده است چون اونا دائما میمردن تعدادشون بیشمار بود اما چون او تا ابد زنده است حدس بزنید چند عیسی وجود خواهد داشت یکی بیشتر از اون نیاز ندارید چون او تا ابد زنده است حال آنکه عیسی چون تا ابد زنده است کهانت بی پایان دارد زیر کلمه بی پایان خط بکشید اینجا تنها جاییه که در کل عهد جدید این کلمه به کار رفته معنیش یعنی بی پایان تغییر ناپذیر ثابت مطمئن باشید که عیسی خواهد بود همیشه خواهد بود کهانت او بی پایانه. خدای پدر میگه من هرگز نظرم رو عوض نمی کنم سوگن می تضمین می کنم کهانت او بی پایانه این دیگه باید برامون کافی باشه اما او باز ادامه میده میخواد مطمئن شه ما متوجه شدیم پس 25 میگه پس او قادر است آنان که از طریق وی نزد خدا میآیند جاودانه نجات بخشد اگر شما از طریق مسیح نزد خدا میآیید اگر زندگیتون رو به مسیح میدین اگر از مسیح میخواین گناهانتون رو بشوره اگه در مقابل او فروتن میشین و از اون میخواین که بیاد و در شما کار کنه اگه از طریق او نزد پدر میآیین اون میگه جاودانه نجات داری کلمه جاودانه یعنی قطعا به طور کامل تماما نقطه تمام نجات یافتید چرا زیرا او همیشه زنده است تا برای شما شفاعت کند نمیدونم تا حالا بهش فکر کردین یا نه تا حالا فکر کردین که نمیدونم آیا خون عیسی تمام گناهان منو پوشونده تمامش رو بعضی از ما ممکنه فکر کنیم بعضی کارهایی که کردیم خیلی بد بوده خیلی بدتر از بد بوده یا چون نمیتونیم از پسش بر بیایم مدام تو زندگیمون ظاهر میشه شاید یه مدت کوتاه بر اون فائق میایم ولی بعد دوباره سرکلش پیدا میشه با خودمون فکر میکنیم شاید خون او برای من جواب نمیده شاید نمیتونه منو به طور کامل نجات بده اگه تا حالا همچین فکری داشتین بذارین یه آیه براتون بخونم همون آیه 25 که الان خوندیمش او قادر است آنان که از طریق وی نزد خدا میآیند جاودانه نجات بخشد دیگه واضح تر از این نمیتونم بگم خونش میپوشونه بعضیتون میگین درسته ولی شاید صبرش تموم بشه انگار که به هم بگه واقعا دوباره این کار کردی؟ به پدر نگاه کنه و بگه من دیگه با این مرد کاری ندارم من دیگه با این زن کاری ندارم دیگه بسه اگه تا حالا این فکر رو داشتیم بذارین این آیه رو براتون بخونم آیه 25 او قادر است آنان را که از طریق وی نزد خدا می جاودانه نجات بخشد زیرا همیشه زنده است تا برای شما شفاعت کند هرگز نیروش تموم نمیشه. هرگز از دستتون خسته نمیشه. او همیشه برای شما اونجاست. پدر داره میگه من هرگز نظرم رو عوض نمی‌کنم. سوگند می‌خورم، تضمین می‌کنم این کهانت جاودانیه، این کهانت تمام و کماله. او کامل نجات می‌بخشه. این دیگه باید کافی باشه. اکثرمون دیگه خانه شدیم، ولی او هنوز ادامه میده او میخواد مطمئن شه متوجه شدین پس در آیه 26 میگه ما به چون این کاهن اعظمی نیاز داشتیم زیر نیاز داشتیم خط بکشید او کاهن تمام کمال برای ماست به ایسای دیگه ای نیاز نداریم عیسی اول کامله او همه چیز رو پوشش میده ببین چطور توصیف شده کاهنی قدوس او جاودانه قدوس جاودانه پاک جاودانه عادله و در نتیجه نیاز ما رو برآورده میکنه نیاز ما چیه نیاز ما قدوسیته شریعت میتونست به ما بگه قدوسیت چیه ولی نمیتونست تقدس رو در ما به وجود بیاره عیسی تقدس به وجود میاره چون قدوسه و قدوسیت خودش رو به ما میده او نیاز ما به مقدس بودن و با دادن قدوسیت خودش برآورده میکنه او بی در اعمال انگیزه ها افکار و کارهاش به تمامی از شرارت و بدی آزاده او کسانی رو که پر از عیب هستن میگیره میدونم هستیم منم هستم او ما رو میگیره و بی خودش رو به ما میده پس خدا میتونه به ما نگاه کنه و بگه حقیقتا من برای هیچ کدوم از کارهات در تو عیبی نمیبینم او نیازهای ما رو رفت میکنه دوستان ما به عیسی جدیدتری نیاز نداریم همین عیسی کار رو به کمال رسونده او که قدوسه، او که بیه به او پاکه میدونین کاهنان نه تحتیق باید دائما خودشون از نظر بیرونی پاک نگه میداشتن اگه به یه مرده دست میزدن باید تمام اعمال تهارت رو به جا می آوردن اگه زنی و در زمان خاصی از ما یا کسی که جزام داشت یا علیل بود لمس میکردن باید تمام اعمال تهارت رو به جا می آوردن باید نجاست رو از خودشون پاک میکردن تا بتونن صحبت کنن عیسی هرگز لازم نداشت این کارو بکنه هرگز نیاز به انجام اعمال تارت نداشت او پاک بود نه فقط از بیرون بلکه تا عمق وجودش پاک بود میدونین شما چی نیاز دارین شما پاکی نیاز دارین نمیتونین خودتون به وجودش بیارین پس کجا میتونیم پیدا کنیم خب اگه کمال از طریق شریعت معثر بود دیگه احتیاج نبود عیسی بیاد اما اینطور نیست پاکی رو کجا پیدا میکنیم در مسیح این تنها جاییه که میتونیم پاکی رو به دست بیاریم اون مغز فیزش پاکی خودش رو با ما به اشتراک میذاره اون نیازهای ما رو رفت میکنه هنوز ادامه میده او جدا از گناهکاران او در طبقه بندی گناهکاران قرار نمیگیره او هرگز گناه نکرد هرگز نکرد او هرگز گناهکار نبوده مشکل من و شما اینه که به عنوان گناهکاران شروع کردیم به شدت نیاز داریم تا از این عنوان خلاص بشیم عیسی محض فیضش با به درون و توده و شر جمعیت گناهکاران میذاره و ما رو بیرون میکشه و هویت ما رو تغییر میده ما دیگه گناهکاران نیستیم الان مقدس هستیم جدا شدگان هستیم ما در او مقدسین هستیم ما گناهکارانی نیستیم به محض فیض نجات پیدا کردیم ما مقدسینی هستیم که گاهی گناه میکنیم یک هویت کاملا جدید بهش نیاز داشتین معلوم نیاز داشتین منم بهش نیاز داشتم و اون نیاز ما رو به طور کامل رفع کرد ما به عیسی بهتری نیاز نداریم همین عیسی بینقص کامله هنوز کارمون تموم نشده او فراتر از آسمان است این عبارت به قیام و صعود او اشاره میکنه او بر دست راست خدای پدر نشسته و این رو به ما یادآوری میکنه که ما هم نشستیم اگه در مسیح هستیم به زندگی جدیدی منتقل شدیم و در روحمون در جاهای آسمانی با او بالا برده شده ایم و در جاهای آسمانی با او نشسته ایم من اینو کامل درک نمیکنم اما حقیقت داره ما در راه رفتنمون با مسیح اونقدر امنیت داریم که همین الان هم در روح اونجا با او هستیم دوستان شریعت نمیتونست این کار برای شما بکنه اما عیسی میتونه و انجامش داده و خواهد داد انگار پدر داره میگه من هرگز نظرم رو عوض نخواهم کرد سوگند میخورم تزمینش میکنم کهانت جابدانهیه کهانت تمام و کمال کهانت مسیح تمام چیزیه که شما نیاز دارین این دیگه باید کافی باشه فکر میکنم این دیگه باید کافی باشه اما هنوز کارش تموم نشده شما فکر میکنید میخواد ما متوجه بشیم منم همینطور فکر میکنم آیه 27 برخلاف دیگر کاهنان اعظم برخلاف کاهن اعظم که لاوی اون نیازی ندارد هر روز نخست برای گناهان خود و سپس برای گناهان قوم قربانی تقدیم کند کاری که اونا باید میکردن بلکه عیسی آنگاه که خود را تقدیم کرد یک بار برای همیشه برای گناهان ایشان قربانی داد کار تمام شد روی صلیب انجام شد زیرا شریعت انسانهای ضعیف را به کهانت اعظم برگمارد اما سوگندی که پس از شریعت آمد سوگند در مزمور صدودر نوشته شده حدود 600 سال بعد از شریعت زیرا شریعت انسان‌های ضعیف را به کهانت اعظم بر می‌گمارد. اما سوگندی که پس از شریعت آمد پسر را برگماشت که جاودانه کامل شده است قبلا درباره این در کتاب ابرانیان صحبت کردیم که کامل شده است معنیش این نیست که قبل از اون بیگناه نبوده عیسی همیشه بیگناه بوده همیشه اخلاقا کامل بوده و همیشه بدون گناه معنی این عبارت اینه که وقتی از رنج عبور میکرد تمام چیزهایی رو که برای نو کردن شما لازم بود کامل کرد و چون این کار رو یک بار برای همیشه انجام داده میگه جاودانه کامل شده است نقطه پس وقتی میپرسی آیا ممکنه نظرت راجع به عیسی عوض بشه خدای پدر به شما نگاه میکنه و میگه من هرگز نظرم رو عوض نمی‌کنم سوگند می‌خورم، میخورم تضمین میکنم کهانت جاودانه است کهانت تمام و کماله او تمام چیزیه که نیاز داریم. او کار رو تمام کرده و اگه این براتون کافی نیست من دیگه چیزی ندارم یعنی خیلی توضیح داد این خبر خوشه بذاری اینطور بگم دوستان اگه خودتونو تماما به مسیح بسپرین هرگز اشتباه نخواهید رفت اگه خودتونو تماما به مسیح بسپورین هرگز اشتباه نخواهید کرد. عهد جدید و پیشرفته تری وجود نخواهد داشت. عیسی جدیدتری وجود نخواهد داشت. صلیب انجامش داد. او زنده است. شما رو رها نمی کنه. تمام شد. انجام شد. او میگه من نظرم رو عوض نمی کنم. این اطمینانه مستحکم چیزیه که خدا میخواد شما با رابطتون با او داشته باشین برای همین اینقدر زیاد در این مد تأکید میکنه چون میخواد بارها و بارها به شما بگه که من نظرم رو عوض نمیکنم آرامی بیابید یعنی میتونید با او رو راست باشید یعنی میتونید درباره نفستون با او حرف بزنید اینکه چطور نفسانی عمل کردین و به کسی آسیب زدی میتونیم با اون گفتگو کنیم بدون اینکه بترسی مبادا بذاره بره میتونی درباره گناهانتون و کشمکشتون با گناه با او حرف بزنید لازم نیست تظاهر کنین میتونی واقعی باشین او هیچ جا نمیره یعنی او میتونه وارد شه و در مورد اون گناه کمکتون کنه و در اون زمینه براتون پیروزی بیاره چون باهاش صادق بودین یعنی میتونیم بر صمیمیت و رفتاری که این رابطه به همراه داره تکیه کنین این چیزیه که او به شدت میخواد با شما داشته باشه. برای همین در این مرد تاکید میکنه تا با شما ارتباط برقرار کنه و میگه من نظرم رو عوض نمی سوگند سوگن میخورم. تضمین میکنم. کهانت جاودانه است. کهانت تمام و کماله. او همه نیاز رفت میکنه. کار تمام شد. آرامی بیابید یه نفس عمیق بکشید. آسایش بیابید. بعضی از شما ممکنه فکر کنید خدا یه نقشه دوم داره یعنی اگه نقشم با پیت جواب نداد میرم سراغ یه راه دیگه <متصفح> او نقشه یدک نداره او نظرش رو عوض نمیکنه او سوگند خورده تضمینش میکنه که آنت جاودانه و تمام و کماله او همه نیازهامون رو رفع میکنه کار تمام شد نقطه روش جدید و حیات بخش زندگی در ایسا بهتر از زندگیه که ترکش کردیم و این چیزیه که به شدت نویسنده ابرانیان میخواد که شما بدونید دعا میکنم همچنان که کلام خدا رو با هم کشف میکنیم این حقیقت رضایت بخش قلبهاتون رو تسخیر کنه